همه اینا اسکریپت شده است، یعنی از قبل نوشته شده است. کانتنتش انگار رو به دد شدنه دیگه، فکر نکنم. سلام رفقا، به کانال ایران هواشی خیلی خوش اومدید. امروز هم با اخبار به هواشی اخیر در خدمت شما ایم. صحبت جنجالی سوگنگ راجع به کانتنت بلایند دیت، سوگنگ میگه ویدئوهای دیت ناشناس فیکه و از قبل هماهنگ شده. امروز اومدیم این قضیه رو بررسی کنیم، پس لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. رایسی یادت نره زنگوله رو بزنی تا اولین نفر از اخبار به هواشی با خبر بشه. سوگنگ توی مصاحبه با امیر فانتوم شرکت میکنه و اونجا صحبت جنجالی زده میشه. توی مصاحبه بحث بلایند دید وسط میاد و سوگنگ میگه که دیت ناشناس فیکه و همه اینا با هم دوست هستن و حرفایی که زده میشه از قبل هماهنگ شده است و فقط برای معروف شدنه و یا حتی هر کسی میره توی بلایند دیت شرکت میکنه یا مدل یا جنتلمنه یا جذابه و هیچ کدوم از آدمای عادی جامعه نیستن. سوگنگ حرفای زیادی میزنه که واقعا جنجالیه و بلایند دیت رو زیر سوال میبره. بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو رو همراه ما باشی. اسم این مدل ویدیو چیه که یه دونه پسر چند تا دختر، مثلا یه دختر چند تا پسر؟ اسم این مدل ویدیو چیه؟ بازم اینم بلایند دیت آخه. بلایند دیت اینم بلایند دیت محسوب آره. میشه مثلا یه دختر ورسز مثلا 5 تا پسر، اینا باز بلایند دیت حساب میشه چون نجدن هم دیگر دیگه. من اومدم اولین بار اینجوری بودم که مثلا دختر خودشم هماهنگ کردم، گفتم ببینید هم دیگر رو، حالا مثلا ما هم صحبتی هم بکنید این حرفا. بعد دختره اینجوری بود که من اگه ببینم بچه‌ها رو واقعا نمیتونم ادا بعدش در بیارم، چون طرف یوتیوبر یا چیزی که نیست، محتوا کننده نیست که بتونه اکت کنه مثلا پای صحنه بیاد و فیکش آره. بکنه. گفت من واقعا نمیتونم، واقعا پس پسرا رو واقعا نمیخوام ببینم دیگه. اومدش ما فرستادیمش طبقه بالای استودیو اونجا بشینه و اینا، بعد چشم بسته بردمش واقعا نشوندمش پای ویدیو بلند. خیلی باحاله، خیلی باحاله و واقعا واقعی بود. حاضر دیده بشه حتی به قیمت ریده شدن، یعنی طرف حاضر بیاد تو بلایند دیت یه حرف آره. بد هیت بزنه، یه چیزی که میدونه آقا آره. دو روز گنگ در بره بیرون ملت چلوارشو جر میدن به این معنی واقعا. ولی حاضر بگه که دیده بشه مثلا. یکی برگشت گفت من با خیانت مثلا دوست پسرم اوکی ام، و یکی میگفت نمیدونم او اصلا میگه میشه آخه همچین چیزایی، داریم همچین چیزایی آخه. ولی حاضر اینو جالبش... بگه فقط دیده بشه. جالبیش اینجاست، مثلا طرف اومده تو بلایند دیت، بعد دختره گفته من تو خوشم اومده، پسره گفته من تو خوشم اومده، مثلا ریت چقدر میدین؟ 9 از 10 8 از 10 باری کلا همه چیز خوبه. میرسه به لحظه آخر دیت دوم میرید آقا آخه تو چی میخوایی؟ واقعیتش واقعیتش میدونی چیه؟ همه اینا اسکریپت شده است، یعنی از قبل نوشته شده است. یعنی این قضیه رو من ببین، من با اتفاقا با چتم راجع به موضوع صحبت می‌کنم، یعنی تو میگی تمام بلایند دیتا که هستش این شکلیه؟ من خودم میگم نه این آره. شکلی نیست. من میگم من به عنوان کسی تولید محتوا کننده است و دستی داره، دوستایی داره، میشناسه اینور اونور فلان اینا، ما خیلی مثلا یه نمونهش اینو نمونه رو میزنم، این مثال رو میزنم که دیگه بدونید مثلا پس چه جوریه داستان. من و هاشم هایزنبرگ خیلی نگاه کنی قدیما داخل توییت مثلا تو توییتر و اینجور چیزا خیلی با هم دیگه بحث میکردیم و اینا، خیلی نه ولی دو تا بحثی کردیم و فالو هم نداریم هم دیگه رو، اصلا دو تا ساید مختلف و فلان، ولی به شدت رفیقای صمیمی هستیم و کسی هم نمیدونه من و هاشم چقدر با هم دیگه صمیمی هستیم. پی وی پیام میده فلان، زنگ میزنیم، حرف میزنیم. یعنی تو منظورت بیشتر اینه که میخوام بگم که اگه مثلا... میخوام بگم که اگه ما کسی رو فالو نداریم لزوما نیست که باش در ارتباط نیستیم. خب من یه سری رفیقایی دارم که فالوشون ندارم و دارن این محتوا رو درست میکنن و من فالوشون هم اصلا ندارم و ما با هم در ارتباط آره. مثلا همه فکر نیستیم، واسه همین میگم که ما با خیلی در ارتباطیم که اصلا زمین تو آسمون با هم دیگه فرق داریم، اون سر پیازم من ته پیازم، خیلی با هم دیگه فاصله داریم و ما از جیک و پوک هم دیگه خبر داریم. واسه همین من با خیلی از کسایی که بلایند درست کردن نه فالوشون دارم و فکر میکنید من مثلا رفیقشون هم نیستم، ولی من هم رفیقشون هم تو بگیرم با هم صحبت میکنیم. واسه همین میگم بلایند دیتا 90% ساختگیه، اسکریپت داره، 90% داره، 90% آره. من اگه الان مثلا بیام درباره یه فود بلاگر الان نظر بدم، بعد همین میگم مگه تو فود بلاگر رفیق داری؟ تو از کجا میدونی؟ ما پشت پرده با هم رفیقیم، خیلی با هم صحبت میکنیم، میدونیم آقا مثلا یارو میره آره. تبلیغ غذا میکنه این حرفا، در ازاش چیا گرفته، چیکارا کرده، چه جوری بوده قبلا مثلا این حرفا. واسه همین میگم ماهایی که مثلا همدیگه رو خیلی میشناسیم و اینا، من میگم بلایند دیتا 90% اسکریپت شده است، نوشته شده است. اوکی. و مثلا سوالات هم در مثلا اختیار شرکت کننده ها قرار داده میشه که آقا یه جواب خوب براش پیدا کنه،
یا اینجوری باش، من میخوام همچین حرفی بزنم، این مدلیه. ولی ایرز شب باور نکنی، به عنوان کسی که حالا حداقل شاید مثلا 30 تا ویدیو بلایندت تو استریم با بچه‌ها دیده باشه، خب من حتی بلایندت خارجی هم نشستم نگاه کردم با بچه‌ها، اسپید دیتینگ هم نشستم نگاه کردم. برام اوج جذابیت زمانی که آدما خیلی خاص نباشن و واقعی باشن. دقیقاً یه دونه اکسلیت دیدم که جدیدا مود شده، که تو گفتی هم صحبت می‌شد گفتی چطور، من گفتی 100% فیکه نمیشه. خب ولی ببین منم همین، من روز اولی یو بهم گفتم بچه برو اکسلیت، بچه گفتم برو اکسلیت ببینیم چه جوریه داستان، گفتم آقا مگه میشه با اکسلیت کات کردی بیاری بغل. بعد یه دو تا سه تا ویدیو بود من نگاه کردم، اولیو گفتم این فیکه، یعنی از صحبتشون فهمیدم. بعدی نگاه کردم گفتم این فیکه، آقا آخریو نگاه کردم گفتم به به، ببین علیرضا یه ذره اگه فیک واقعی می‌خواستم جر بدم. برای من جذابیت داشت چون پسر نه خیلی مدل آنچنانی بود، چون اکثرا هم این بلندیتا که می‌بینیم الان پسر مدل دختر مدل، سلام چیکاره من مدلم، خب آره چیه من مدلم، آخه جذاب تر خدایی دیگه همه مدلم و من چیه نمیشه که ما یه دو نفرم مدل نباشه، خب به خدا همه مدلم. آفرین، دقیقا من سر همین ویدیو میخواستم بگیرم سوژه و بچه‌ها اینا داشتیم، خب دبی خیلی بچه‌ها همه مدلن، همه یکی خوشگل‌تر و بهتر و خوشگل‌تر. آره دبی واقعا دبی زیادن قبولم. بعد نگاه کردم و اینا، مثلا بعد بچه‌ها پیشنهاد میگفتن این خوبه، گفتم بابا این خیلی پلنگه، مثلا این نمیشه اینو بیاری بذاری تو ویدیو، اصلا نمیشه یه کسی که معمولی باشه مثلا اونقدی چیز از خودمون باشه، میدونی این یکی پسر خیلی گیگات شده نمیشه. آره مثلا فلان دختره مثلا 60 جایزه مثلا گرمی نمیدونم چی بهش میگن، ملک زیبایی رو داشت. آره, آره. خدا آدم به نظرم جذابیتش هم همینه، یعنی مثلا آره. این که آدم ها مثلا خیلی ریل تر باشن، یعنی مثلا اصلا بچه بگی آقا من بچه اصلا پایین شهر تهرونم، خب یا مثلا چه میدونم سیسم، مثلا سیسه مثلا تریب لوتی اومده اصلا اونجا، تیپ خودشه واقعیه، ولی یکی مثلا میاد اونجا چی بود خودش داشتم یه ویدیو میدیدم، هر کدومشون بدن سازن از این بلایند دیتا که من دیدم یه پای اون یکی پای اینجوریه. نه چرا واقعا این سی سایز نه بابا چیه بابا، خیلی اینجوری بود من پشیمون رفته بود که بابا چرا این سیزاش این شکلیه. مثلا مورد علاقه هم سوشیه مثلا، هر ببین آره آره تو خونه اصلا نون پلو در واقع نه بابا در واقع سوشی سوسیس تو خمق میزنه. آره مثل سوسمی سوت میزنه دقیقا اینجوری بود. ولی نگران کننده نیست، ولی الان دیگه نگران کننده نیست که مثلا بگیم بخوایم روز زیاد مانور بدیم که مثلا آقا دفعه بعدی اگه بخواید بعد دوست داریم که مثلا بخواید بلند درست کنید لطفا آدم معمولی تر بیارید، دیگه نگران کننده نیست این قضیه. چرا؟ چون کانتنتش انگار رو به دد شدنه دیگه، فکر نکنم کسی زیاد بیاد اینو دیگه درست بکنه، یکم آدم ها فیک بودن رو نمیدونم. من بدن سازی و فیتنس کام کنم، اون یکی هم میگه که من خب من 100 سال مدلم تو شکم مامانم مدل به دنیا آمدم. آره یکم اذیت کننده است. آره قبوله. لینک کامل مصاحبه توی دیسکریپشن هست عزیزان. و در آخر نظرتون راجع به این قضیه چیه؟